سلام دوشنبه چهار مهر نوت 26 سپتامبر 2011 میلادی در مورد دوازده موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه از دیروز مجددا کارگران پتروشیمی بندر امام جلوی دفتر مرکزی تجمع کرده و دست به اعتصاب زده شش ماه پیش که مجموعه کارخانجات صنعتی منطقه صنعتی ویژه صنعتی ماهشهر دست به اعتساب زده بودن بیش از ده هزار کارگر در اعتصاب بودند. با پادرمیانی نمایندگان استان مسئولین امام جمعه غیره و غیره قول دادند که به خواسته کارگر رسیدگی بکنند و شرکت های پیمانکاری واسطه هست بشن مستقیما استخدام بشن معب... عدم پرداخت های معبقه شون پرداخت بشه اما شش ماه سررسیدش آخر شهری بر بود و مدیریت پتروشیمی و دولت به هیچ کدوم از وعدهاش عمل نکرد به جای اون پانزده روز مهلت دیگر خواسته بود اما نمایندگان کارگران اعلام کرده بودند که در پایان تعطیلی سروزه روزه از روز یکشنبه اگر خواستشون داده نشه دست به اعتصاب میزن همین کار رو عملی کردند و اعلام کردند که به زودی مجتمع های پتروشیمی دیگه در منطقه به اونها خواهند پیوست نکته دوم اینکه دو کوهنورد امریکایی بعد از 781 روز زندانی کشیدن و آزاد شدن دیروز به نیویورک رسیدند و در بعد به ورود مصاحبه مطبوعاتی با حضور صدها خبرنگار برگزار کردند و در اون حملات تندی رو به حکومت ایران کردند هم اتهام جاسوسی رو نف کردند و هم گفتند چگونه دولتی رو ببخشیم که به زندانی کردن تعداد زیادی از افراد بیگناه و زندانیان عقیدتی اقدام میکنه اونها گفتند در مدت زندان ما زندانیانی رو دیدیم که جرمشون فقط شرکت در یک تظاهرات یا نوشتن در یک وبلاگ یا فقط به طور ساده طرفداری از دموکراسی یا عقاید مذهبی جدا از حکومت بوده گفتند ما صدای ضرب و شتم و فریاد زندانی دیگر رو شنیدیم این اظهار نظرها از جانب دو نفر غیر ایرانی اهمیت داره برای اینکه اونها در واقع مخالفین حکومت ایران محسوب نمیشن به عنوان ناظران بیطرف برای جامعه جهانی میتونن شهادت بدن به مظلومیت مردم ایران خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدن یک استدلال خوبی هم داشتند و گفتند که وقتی ما اعتراض میکردیم به بدرفتاری با خودمون و امکاناتی که از ما دریغ میشد زندانبان یا بازجوها به ما میگفتند که وضعیت در گوانتانامو از این بدتر یا زندان های آمریکا از این چیزها خیلی بدتره استدلال خیلی خوبی که این کوهنوردا می آوردن و گفتن ما هم گفتیم گفتن،, گفتن که به فرض که در امریکا یا هر کجای دیگه دنیا وضع بدی برای زندانی ها باشه این جوازی نیست که در ایران با زندانی ها بد باشه به با قول معروف اثبات شی نفی ما ادا نمی نکته سوم اینکه که مجید دوری از زندان در تبعید در بهبهان به مناسبت اول مهر پیامی داده در اون نوشته دانشجو دانشگاه دلم برایتون تنگ شده و قلبم از دوریتان میتپه مجید یازده سال زندان محکوم شده و همینطور از دانشگاه علامه تبا طب هم اخراجش کرده نکته یه چارم که علی علامه زاده خبرنگار بخش بینالمللی مللی خبرگزاری کار ایران ایلنا دستگیر شد نکته پنجم که وزیر اطلاعات مطرح کرده که بی بی سی یک رسانه نیست هویت آن سهیونیستی بهایی است و مأموریت بی بی سی سیاسی اطلاعاتی است ایشون گفته تمام فرقه ها و گروه های سیاسی در بی بی سی هستن حتی شیطان پرستان و فکرم نکرده که در کار خبری و خبررسانی هر کس هر عقیده‌ای داره برای خودش محترمه و قاعدتا بی بی سی یا هر رسانه دیگه ای از مردم تفتیش عقاید مثل ایران نمیکنه. بر حال ایشون خبر داده از اینکه تعداد دیگری احزار شدند و احتمالا بازداشت های بیشتری در راهه. بر باید گفت که چون این حرفها و این دستگیری ها مستقیما با نظر شخص آقای خامنه ای انجام میشه باید گفت که آقای خامنه ای چقدر ناراحت و خشمناکه که فقط از یک فیلم که از زندگیش پخش شده. نکته ششم این که علی متحری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که قبلا گفته بود اگر سوالی از احمدی نژاد مطرح نشه استعفا خواهد داد استعفا داد البته هیئت رئیسه مجلس وصول این استعفا را هنوز اعلام نکرده آقای مصطفی تاجزاده هم از زندان در پاسخ ای که قبلا علی متحری برای او نوشته بود پاسخ بسیار خوبی داده از دموکراسی در مقابل اسلام فقاهتی آقای علی متحری دفاع کرده تاجزاده و گفته در واقع دموکراسی و آزادی مقدم بر ارزش های دیگره در واقع اینها ارزش های فرادینی هستند و دین باید با اونها سنجیده بشه او جمله خوبی هم گفته تاجزاده گفته بی جهاد نیست که در این بهار عربی و حرکت های مردم منطقه ترکیه الگو شده و ایران عبرت نکته یه هفتم این که سردار جزایری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرده که اصلاح طلبانی که فتنه را محکوم نکردند نباید در انتخابات شرکت کنند آقای علی لاریجانی هم حمله کرده به اصلاح طلبان نباید شرکت کنند و معلوم نیست که بس چین حرفا رو میزنن برای اینکه تا اینجای کار اصلاح طلبان قصد شرکت در انتخابات رو هم ندارن به احتمال زیاد بین خودشون اون پشتا بعضی ها طرفدار شرکت هستن و اینها شروع کردن به حرف زدن و بد و بیراه گفتن نکته هشتم اینکه بیش از ده نماینده مجلس طرح استیزاه وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد رو امضا کردن به دلیل دخالت جریان انحرافی به یعنی اطرافی آقای احمدی نجاد در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اسامی 46 شخصیت حقیقی و حقوقی رو منتشر کرده که در اختلاس دست داشتن عمدتا از خانواده امیر خسروی هستند. اینایی که اعلام شده آقای بهداد معاون رئیس دفتر آقای احمدی نژاد معاون آقای رحیم مشایی هم مطرح کرده که احمدی نژاد به زودی علیه محافظ کارانه توز افشاگری خواهد کرد این برای چندمین باره که روزنامه ایران یا سایر آدمها و دستگاه های نزدیک به احمدی نژاد تهدید به افشاگری متقابل کردن نکته نهم اینکه آقای خامنه ای ظاهرا یک کلاس گذاشته در اون در مورد غیبگویی و پیش بینی آینده صحبت میکنه و ظاهرا این حرکت باز علیه همین اعتقادات و کارهای اطرافیایی احمدی نژاد و خود اوست نکته دهم ده اینکه یک گور دست جمعی در لیبی نزدیکی زندان ابو در نزدیکی ترابلس کشف شده که بیش از هزار و دویست جنازه گفته میشه در اون هست نکته یازدهم اینکه آقای علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن که برگشته به یمن صحبت کرده و قول داده به زودی از قدرت گیری بکنه اما از طریق انتخابات و صندوق رای و انتخابات زود هنگام خواهد گذاشت مخالفین اعلام کردند که به او اعتمادی ندارند و همین الان باید کنار بره خونریزی در یمن کماکان ادامه داره و اما بحث آخر ما در خصوص تجربه ملل دیروز گفتیم که کشتار در میدان تیاننمین که به هزاران نفر رو در اونجا حکومت چین قتل عام کرد از دانشجویان و سایر مردم حساسیت بالای حکومت چین داره که این رو مخفی بکنه اما جاو جیانگ رئیس جمهور برکنار شده چین که در سال 1989 برکنار شد و تحت حسر خانگی و کنترل کامل بود خاطرات خودش رو در بیش از سی ساعت ضبط کرده بود و تونست به نوعی به دوستانش برسونه و این خاطرات سرانجام در سال 2009 منتشر شد جاو جانگ در 2005 فوت کرد این حرکت ضربه بزرگی به حیثیت حکومت دیکتاتوری چین بود و در واقع افشاگری بزرگی بود شبیه این در تاریخ معاصر خودمون کاریست که آقای منتظری در مورد کشتار سال 67 کرد و اون جنایت بزرگ رو در خاطراتش نقل کرده و فرمان و دستور مستقیم شخص آقای خمینی رو در خاطراتش آورده آقای منتظری همین امروز هم همین خبر گور دست جمعی در واقع نشون میده دیکتاتوری و خونریزی دولت غذافی رو و مشروعیت زدایی از این جنایتکارا رو تکمیل میکنه اینکه از داخل حکومت بشود افشاگری کرد و اسنادی رو منتشر کرد از مهمترین کارهایی است که به خوبی حکومت‌های اقتدارگرا رو مشروعیت زدایی می‌کنند که سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی